فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم ز ایران تفقد نما ای خدا، در آشوب هر شهر و هر روستا، تو رحمت نما ای خدا و شبان، تو رحمت نما ای خدا و شبان، بر این گله خود ز پیر و جوان. ز مرگ و ز خون کن تو او را رها، آمین. ز مرگ و ز خون کن تو او را رها، به خون مسیحا کنش آشنا. با درود خدمت هموطنان عزیزمون، آدینه شب شما عزیزان در ایران به خیر و شادی باشه. هموطن عزیز، برنامه امید جاودان همون گونه که مطابق معمول جمعه شب در خدمت شما هموطنانمون در ایران خواهیم بود، همچنین در سراسر جهان. سپاسگزاریم که اجازه میدید که مهمان منازل شما خوبان باشیم، آمی. با ما باشید، مشروط بر این که مایل هستید براتون دعا بشه. می توانید تو این وقت تماس بگیرید، من و خواهرم سمی و همچنین مشاورین ما در شبکه محبت هستن که شما رو محبت کنن، به شما مشورت های نیکو بدن نسبت اون تخصص و همچنین مست خوبی که عزیزان دارن، باعث برکت زندگی شما بشن. و اگر مایل هستید گواهی ایمانت رو، هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردی، اعلام کن، چرا که اعلام این گواهی دلیلی خواهد شد تا دیگران ایمان بیاورن. و این کلام خداست که کلام خداوند ما رو تشویق میکنه به آنچه که گواهی زندگی تو شد با دیگران نیز در میون بگذار، تا آنان حقیقت رو نیز بتوانن به توسط روح القدس کشف کنن. همچنین جا داره سپاسگزار باشم از مدیران شبکه، کارکنان شبکه محبت، و از خداوند میخوام که خداوند عزیزان رو برکت بده، آمین. تا بتونیم این خدمت رو پیوسته برای جلال نام عیسی مسیح، برای آزادی کشور عزیزمون و نجات ایرانیان نیز داشته باشیم. درود میفرستم خدمت خواهر عزیزم سمی جان که اینک با ما هستن. درود کشیش رسول عزیزم، درود به شما عزیزان در آن سوی آبها. خداوند از خداوند میخوام که هر جا که هستین این برنامه رو میبینید با شادی ببینین و خبرهای خوش برای ما داشته باشین، هرچند که میدونم ایران در سختی بسیار هست، دل ما برای ایران میتپه، فکر ما به شما عزیزان هست و در سختی هایی که شما میگذرونین ما در دعا هستیم. از خداوند میخوام که هر کس این برنامه رو واقعا چه الان چه بعدن خواهد دید، برای این برنامه هم دعا بکنین عزیزان که بتونیم خبر خوش نجات رو به شما عزیزان برسونیم. و خبر خوش نجات یعنی آزادی از اسارت، یعنی در نور زندگی کردن و در شادی زندگی کردن با برکتی آسمانی. آمین. ما روزهای سه شنبه در کلیسای پرستندگان مسیح از ساعت 6 تا ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس جوابگوی تلفن‌های شما هستیم. دعا داریم که شیش رسول کلامی رو تهیه میکنن. روبن عزیزمون از گروه پرستش اونجا هستن، چون سرپرست گروه پرستش ما هستن در کلیسای پرستندگان مسیح. و خدا رو شکر برای وجود تک تکتون که زنگ میزنین و میگین که چقدر عیسی مسیح در زندگی شما کار کرده، چون اون خداوند امانوئل هست و که با ماست. روزای پنجشنبه ما در کلیسای خودمون، کلیسای پرستندگان مسیح، از ساعت 7:30 تا 9 شب یه گرد همایی داریم که شیش رسول خوراکی رو تهیه میکنن، از نظر روحانی کلامی رو تهیه میکنن از طریق روح القدس، و همینطور ما مشارکت داریم. خوشحال میشیم اگر دوروبر وستیرز هستین یا نزدیک به اونجا هستین، بیان که ما به نام عیسی مسیح به شما خدمت کنیم و همدیگر رو بشناسیم، به حرفای همدیگه گوش بدیم و اگر خداوند بخواد مشورتی هم از اون بگیریم. روزهای یک شنبه ما از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر در کلیسای پرستندگان مسیح هستیم که آدرسش هست 7475 Fallbrook Street West Hills، که اون روز هم پرستش داریم، هم کلامی رو، موعظه‌ای رو که شیش رسول تهیه میکنن، و بعد چای خونه هست که ما با هم
غذایی رو عزیزان تهیه میکنن یا شیرینی هست که میل میکنیم و از همکاری با هم دیگه برای جلال نام خداوند لذت میبریم. خوشحال میشیم که برین روی یوتیوب و عضو سایت کشیش رسول حیدری بشین و اونجا موعظه ها هست که ایشون کردن و همه موعظه ها من ایمان دارم از طریق روح مقدس خداوند هستش که به زندگی من یکی خیلی کمک کرده و تو خیلی جاها که سختی بوده خداوند اون کلامو به من داده که برای اون صبر کنم و ایمان داشته باشم که اون بهترین رو برای من میخواد. در ضمن امید جاودان رو روی اپستور میتونین برین عضو بشین و برنامه های امید جاودان رو مشترک میشین. موزیک هست، فیلم های سینمایی هست، خدا شکر بر وجود یاسر عزیزم که این کار رو انجام میدن و موزه کشیشان دیگه عزیز دیگه هستن که دارن حقیقتا خداوند زنده رو خدمت میکنن و همینطور برنامه های متنوعی هستش که ما این برنامه ها رو هم کشیش رسول عزیزان دیگه که برنامه دارن، برنامه کودکان هست که اونجا اجرا میشه از طریق روبن عزیزم. به هر حال مجموع برنامه هایی هست که میتونه به زندگی تک تک ما تو لحظه هایی که شادیم شادترمون کنه و در لحظه هایی که افتادیم و غمگین هستیم و اون کار واقعا شیطانه، از طریق اون برنامه ها خداوند دوباره لمس تازه افکار ما و زندگی ما رو بکنه تا انجام بشه. آمین آمین. با سپاس از مطالبی که فرمودید. هموطنان عزیز، همون گونه که به هر حال در طول حدود فکر میکنم بالای 9 سال هستش، بله، من و خادمینی که در کنار من هستن و همیشه تشریف آوردن اینجا، هدف ما این هستش که بتوانیم از کلامی که درش امید هست و باعث نجات میشه برای شما هموطنان عزیز صحبت کنیم، دعا کنیم و با مسیح که خدا به من و خادمینی که داده در این شبکه بتونیم باعث نجات ایران و ایرانیان باشیم. اما از آنجا که من خواندگی رو دارم و با هدایت خدا درباره ایران سخن میگم، درباره آزادی ایران سخن میگم، درباره سرنگونی نظام اسلامی سخن میگم، این مسئولیتش کاملا به این برنامه مربوط میشه و به شخص خود من مربوط میشه که این مسئولیت رو پذیرفتم. هیچ ربطی نداره به شبکه محبت اگر احیانا شما مطالبی رو از من میشنوید نسبت به آزادی ایران و یا فراخانی که من همیشه این فراخانها رو دادم، به طور خاص یک ماه پیشم فراخانی رو دادم، سپاسگزار هستم از ایماندارانی که در برابر کلیساهای فارسی زبان اعتراض کردن. آمین. که ما این خبر رو البته از خود سایت خبرگزاری فارس گرفتیم که چنین اتفاقی افتاده، با تحقیقاتی که من به عمل آوردم، با عزیزانی که در ایران هستن در تماس هستیم، شبکه‌های مسیحی که من در تماس هستم به من اعلام نکردن کسی رو گرفتن، اما تو این سایت احتمال زیاد بازم خب عمل و رفتار ارتش سایبری هست برای تفرقه، برای اینکه خط مش اپوزیسیون رو دوباره بخوان منحرف کنن و حتی این شبکه رو. از این رو اعلام میکنم که به هیچ وجه مدیران این شبکه قصد این ندارن که در شبکهشون برنامه سیاسی باشه. شخص خود من این مسئولیت رو قبول کردم، سپاسگزار هستم از مدیرانی که در این شبکه هستن و من رو تحمل میکنن و اینم محبت خدا هستش تا ما بتونیم با فیض خداوند آنچه را که باعث آزادی و نجات میشه، یعنی همه اینها رو ما در بر میگیریم نسبت به امور خدمتمون. پس خواهشم این هست، بازم لطفا ادامه بدید، اعلام فراخوان میکنم به مسئولیت خودم، نه رهبری. خواهش میکنم بازم، در ماه گذشته به این مسئله بسیار پافشاری کردم، این مسئولیت هستش. شاید اصطلاحا یه موقع صحبت از کلمه رهبری هم به کار گرفته باشه شده باشه، اما قصد رهبریت نیستش، رهبر رو مردم انتخاب میکنن و من فکر میکنم اون اندیشه نیکوی که امروز همه هموطنان عزیز داریم بیشتر یک دلی باید ایجاد بشه. آمین. تا اینکه یک نفر افکارش رو بیاد غالب بکنه بر جمعی از مردم. پس امروز من به عنوان اون مسئولیتی که خدا به من داده رو اعلام میکنم برای فراخوان‌ها در برابر کلیساهای فارسی زبان بیستید. امروز نمیخوام فقط بگم مسیحی ها، بلکه میخوام بگم ایرانی ها. فراموش نکنیم ما ابتدا ایرانی هستیم، من ایرانی هستم، ایرانی هستم که این افتخار رو داشتم به مسیح ایمان آوردم. و در این مسیر در
رابطه با رسوندن به خبر خوش، سعیم بر این هست به توسط روح القدس و کلام عشق اون این جواهرات بی نظیر رو به دیگران هدیه کنیم. آمین. که نجات هستش. آمین. دست زورم هرگز نداریم، هرگز قصد ما این نیست که بگیم شما باید به زور بیاد مسیحی بشید، چرا که خداوند به انسان آزادی رو داده. پس از این رو از شما ایرانی ها خواهش میکنم، از تمام ایرانی ها خواهشمند هستم، چه مسلمان هستی، چه بهایی هستی و حتی هیچ باور الهی نداری، تو ایرانی هستی، جمعی از ایرانی ها بر باور و اصل این که اعتقادی به خدا دارن، اعتقاد به کتابی به نام کتاب مقدس دارن و به انجیل مسیح باور دارن و در مجموعه هایی مانند کلیسا جمع می شدن و در اونجا عبادت می کردن و اون مجموعه نه فعالیت سیاسی داشتن، کلیساهای فارسی زبان ما، و نه فکر و اندیشه اینو داشتن که آشوبی به وجود بیارن، بلکه در فکر و اندیشه این بودن که جامعه در مسیر سلامتی پیش بره. همیشه هم احترام گذاشتن به قوانین نظام اسلامی، فقط بشارت رو مسیحیان باید بشارت بدن و ما این بشارت مثل اسلام نیست. اسلام در از فشارت میده، میگه به زور یا مسلمون میشی یا کافری، و چون کافر هستی شما نیز، حالا هر شخصی باید باش جنگید و کشته میشه. و بیش از 500 آیه ما در قرآن داریم در این رابطه که همیشه من در این رابطه صحبت کردم. پس هموطن عزیزم، خواهش میکنم به عنوان یک ایرانی، اگر میبینی همسایه مسیحی تو خانه عبادت خودش رو از دست داده و نظام اسلامی گرفته، منتظر نباشیم فقط مسیحی ها، همه ایرانی ها باید برای هم دلسوز باشیم. و اگر یک مسیحی میبینه عبادتگاه مرکز و مکان یک بهایی رو نظام اسلامی بسته، شما هموطن مسیحیم و تو هموطن مسلمانم، برای اینکه احترام به آزادی و احترام به یک هموطن ایرانی خودت بذاری و احترام به آنچه که خدا من و تو رو به خاطرش آفریده و اون آزادی هست. لذا که عیسی مسیح در انجیل یوحنا 8:32 اعلام میکنه، میگه حقیقت رو بطلبید و چی میگیرید؟ میگه آزاد خواهید شد. آمین. و این آزادی رو نظام اسلامی از ما گرفته. پس تو هم وطن عزیزم به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک بهایی، به عنوان هر باورمندی سنی شیعه، میباید برای همسایت اندیشه کنی. نمیتونی بی تفاوت باشی. اگر یک ماه پیش فراخوان من برای مسیحی‌ها بود، امروز فراخوان من برای همه مردم ایران هست که اجازه ندید، حتی اگر مساجد سنی‌ها رو می‌بندن، اجازه ندارن ببندن. همه کنار هم بایستید، در یک دلی در برابر اینها بایستید، باور کنید. اگر همه یک دل باشیم، مسلم بدونید که اونها نمیتونن حتی یک تیر هوایی هم بزنن. اما وقتی که پراکنده هستیم، وقتی که میترسیم، وقتی که از اون بذری که 1400 سال ریخته شد در دنیا به توسط اسلام که ترس و رب و وحشت است و 40 سال پیش این نهال‌های ترس در قلب ایرانی‌ها متأسفانه به توسط این نظام اسلامی کاشته شد، شیطان حکومت میکنه. اما مردان خدا و زنان ایمان همیشه غیورانه ایستادن. نترس هموطنم، دل منم راضی بر این نیستش که خونی از بینی تو بیاد بیرون، هم وطنم، که دست تو خراشیده بشه. آمید. هرگز هرگز اینجام نیستیم که عذر میخوام بگیم لنگش کنیم. خیر، من تو ایرانم که بودم انقدر فعالیت کردم که به خاطرش تیر خوردم و تنها شاهد زنده یک بیمارستان هستم، همه اونها رو اعدام کردم. پس هم وطنم شعار نمیدم و اگر خدا با قلبم صحبت بکنه 100% میام ایران. و میدونم وقتی که بیام ایران، روزی هستش که یا همون زمان اون نظام سرنگون خواهد شد یا دلیلی خواهیم شد که اون آزادی که خدا اونجا به ما داده بتونیم برای اندیشه کنیم، برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. آمین. که اگر خدا هدایت کنه این کار رو خواهم کردش. آمین. هم وطنان عزیز، پس این گونه نیستش که ما اینجا باشیم پشت این ویترین ها فقط به شما عزیزان اعلام کنیم، فراخوان کنیم و بعد اینجا بگیم ما داریم خوش میگذرونیم. خواهر من سمی جان مطلع هستم، من به عنوان یک کشیش هم وطنان عزیز هم خادم کلیسا هستم، تمام سعیم این هست یک شبان خوب باشم. نمیدونم تا چقدر موفق بودم. هم به عنوان یک مدیر یک شبکه امید جاودان هستم و هم در کنار اپوزیسیون ایستادم، در کنار اپوزیسیون ایستادم برای آزادی کشور عزیزم ایران. پس هیچ فرصتی ندارم،
یعنی حقیقتا من تنها وقتی که دیگه میتونم برای خودم بذارم خودم با خانوادم یه وقت خیلی تنگیه. حقیقتا. این از عشقیه که مسیح به من داده. آمین. پس خواهش میکنم امروز که من این مسئولیت رو قبول میکنم، فقط این نیست که مسئولیت قبول میکنم، با عزیزان در ایران در تماس هستیم و میدونیم چه کار داریم میکنیم. نگاه هم به این ارتش سایبری نکنیم. ارتش سایبری متاسفانه نفوذ هم کرده توی مسیحیا. باید هوشیار باشیم عزیزان. محکش من هستم، سنگ محکش من هستم. شبانم و کشیشانی هستن که منو دوست دارن، ما با هم در تماس تلفنی هستیم، هیچ موقع در برابر من نایستادن. اما اونهایی خیلی هستن اصلا کشیش هم نیستن، روی فیسبوک روی اینستاگرام چی مطالبی رو می‌نویسن که معمولاً اکثر اونها جزء ارتش سایبری نفوذی هستن و یا اینکه بیرون از خارج از ایران یا توی ایران هستن که بر علیه خدمات من هستن. من الان شدم سنگ محک. پس مواظب باشید چه کسایی بر علیه من هستن. احتمال اینو بدید که میتونن افراد نفوذی باشن. و مطلب دیگه این هست که هموطن عزیز، خواهشمند هستم خبر خوش نجات رو بدید. آمین. این روزها مردم نیاز دارن به این خبر خوش. آمین. سکوت نکن هموطن عزیزم. اگر وقت بشه از آیاتی استفاده خواهیم کرد، میخونیم که گواه بر این هست که عیسی مسیح از ما خواسته که این ضرورت بشارت رو در زندگیمون به کار ببریم. آمین. خواهش میکنم قبل از اینکه خطوط ما پر شده تلفن ها رو جواب بدم، لطفاً با دعای من متحد بشید و با ایمان بپذیر آنچه که مصلحت دلت هستش، هر چیزی که هست، و همچنین بپذیر این نظام اسلامی دیگه داره جارو میشه. یک ماه پیش گفتم خامنه ای از اتاقت بیرونت میکنن، از اتاقش رفت بیرون، از خونش رفته بیرون، الان توی زیرزمین های مخفی هستش، برای امنیتش مانند مثل صدام یه روزی خواهد شد، تحریم هم شد، ظریف هم تحریم شد، دیگه چیزی ندارن اینها، تموم شد عزیزان. اون چرا که امروز شیطان باعث ترس شما شده از ذهنت بیرون کن که خدا با ما ایرانیان هست. آمین. پدر عزیزم، خدای قدوس رو شکر میکنم برای این وقتی که تو مهیا کردی. سپاسگزارم ای خداوندا برای این شبکه، برای مدیران این شبکه، برای اینکه خداوند تو ما رو در سرزمینی آوردی که در این سرزمین آزادی که تو دادی رو قدرش رو میدونن. و ای خدا به ما اجازه دادی که بتونیم به این توسط خبر خوش نجات رو به هموطنانمون بدیم ای پدر. خواهش میکنم در نام عیسی مسیح کشور عزیز ما رو برکت بده، مطابق آنچه که در کتاب یوئیل اعلام کردی روح خودت را جاری کن تا دختران و پسران و پیران ای خداوندا با حقیقت تو آشنا بشن ای پدر جان. از عطایای تو استفاده کنم برای نجات دیگران ای پدر عزیزم. همچنین از تو میخوام مطابق فیضت به مصلحت‌های دل هموطنانم نظر کرده و تو که خداوند یهوه هستی با فیضت اجابت کننده باش عیسی مسیح. و همچنین از تو میطلبم ای پدر جان مطابق فیضت ای خدا، قبل از اینکه دیر بشه ای خداوند، از شخص خود خامنه‌ای گرفته و بقیه مسئول نظام اسلامی، حتی یک بسیجی ای خداوند، آنان را ملاقات کن، حقیقت تو بر آنان آشکار شه ای خداوند، تا توبه کرده، تا پوزش بخوان از مردم ما به خاطر این همه جنایت ای پدر عزیزم. و در غیر این صورت از تو میخوام مطابق فیضت عمل کرده رحمت تو بر 80 میلیون ایرانی قرار بگیره و این نظام اسلامی شیطانی رو تو سرنگون کنه ای خداوند، و مردان و زنان دلسوز رو اجازه بده که خادمین حقیقی ملت عزیز ما باشه. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم. و مطمئن باش که مطابق فیض خداوند اجابت خواهد شد. بریم با هم دیگه اولین خط رو داشته باشیم. کشتر قبل از که من خط بگیرم میخواستم یه مطلبی رو بگم. شما هیچ وقت نیومدین ادای رهبری بکنین. از این 7 سال و نیمی که من کنار شما در کلیسا هستم یا الان 3 سال با هم برنامه داریم برای جلال نام مسیح، من فقط اینو میگم، میخوام بگم به بینندگان عزیزم، بگم که 3 نفر، 2 تا آمریکایی سیاه‌پوست که از ایمانداران بودن و یک کشیش آمریکایی به اسم پاستر ریک نبوت کردن و گفتن خداوند بهشون نشون داده که میگه شما برای پادشاهی مسیح در ایران میجنگین. جنگ مثلا نه اینکه جنگ حالا شمشیر اینا باشه، دست کلام خداونده. و این واقعا من توی این 7 سال و نیمه یاد گرفتم که ما جز پیام عشق و پیام سلامتی، پیام همدیگر رو دوست داشتن، به هم کمک کردن، برای همدیگه هیچی من از شما ندیدم و نشنیدم. و اون کلامی هم که شما گفتین، یا حداقل من یکی از شاگردای
اول مسیح بعد اولی معلم روحانی من و پدر روحانی من هستی، جز این که به مردم عشق نشون بدین و به ما یاد بدین که کلام خداوند جون عشق پیام دیگه برای من و مردممون نداره، من چیزی دیگه نخواستم. اینو به بینندگان تو قلبم بود بگم که با هم صحبت کردیم که بدونن که کشیش رسول رهبر تمام ما، سرور تمام ما خودش عیسی مسیح. آمین. بریم با هم دیگه اولین خط رو بریم. اول ما جعفر عزیز هستن. جعفر جان بفرمایین. وقت شما بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام علیکم. درود بر شما. حالا سلام. شما میاد؟ بله هموطن عزیز. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام عرض کردم. من از مسیحیان ایران استان پاک صحبت می‌کنم. به نام خدا من به نام عیسی مسیح روح القدس. آمین. به نام عیسی روح القدس آواز می‌کنم. به نام شما مسیحیان چیشیکای خدمتگزار انگوشتاتون من میبوسم. عزیز روی ما تو میبوسم. عزیز منی دستاتون میبوسم. آخ جان ناخونه پاک من بوس میکنم. جلال از آن خدا. جلال به نام مسیح. جلال از آن خداست. خیلی من جعفر جان مرسی. سروازان گمنام ایسای مسیح عزیز. سرواز هللویا هللویا. جلال به نام مسیح. که پاسداری میکنم. من از این جالا کمین بازبرم در بسیل هست و بعد از بخوادم تبریک بگم خدمت شما. سپاسگزارم. خواهر عزیزم کمینم. ممنون. تبریک از کنم. یک حد شده بود که من یه دو سه بار موفق نشدم. دیگه این درستیش من اسم رو گذاشتم. اگه میشه خواهشتن اگه من گناه نکنم بذار تو اولویت. عزیز میخواهد. من موفق نشدم. باعث افتخاره مستم. یه نکتاری بریم که الهیاتی یه نکتاری بریم به خدای زنده
آمین. تاکی دیگه من خواهش میکنم ملت ایران این دوایی مثلا دعا میکنم ولی خب دو چهره دارم باید یا نه دعا خوبه دعا نمکی این کار داری ما هست حقیقتا دعا خوبه خودم یه هم بزن روحانی یه مقدار روش میکنم یه مقدار دو چون پیچ بکنی آمین من خاطر رو همه داری 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 آشون مرزی امام حسین یه اینکه مراسم چیه داری من چه توی خواهی دارم به این سایی مدید خطم نمیرم نمیرم که آشه بکنم آشه های من شده یه لحظه دیاری میشه یه به سپاه اونجا میشه نمیم به زیارت ها نمیم به مرشد ها نمیم چیه بزنم نمیم خواستم از اون بره این نمیم نه از این بگیم این نارنگه نه این من اینا یه اجتماعی به وجود میاد که آخونده ها بیشتر نگم بله اینا پشتبان رو هستن نمیم رعی بدیم یکی عرصان کچیکی مثل جهرا ممنون برادر جعفر عزیزم، سپاسگزارم از مطالبی که فرمودید، واقعا برکت گرفتیم. مرسی. فقط چون خطوط ما خیلی پر هستش، اگر اجازه بفرمایید تو یک فرصت دیگه دوباره تماس بگیرید بتونیم از مطالب شما بهره بگیریم. جعفر عزیزم حالا که یک چنین دیدگاه زیبایی دارید تشویقتون میکنم هر کجا با ایمانداران با ایرانیان سخن بگید، لطفاً متحد بشید با همدیگه و در برابر این نظام اسلامی بایستید. به طور خاص ما به عنوان فرزندان خدا مسیحی ها می توانیم آنچرا که به عنوان جملات و واژه های مسیح هست و نماد بر این هست که ما نیز در کنار مردم هستیم، همچنین که برید برای روی بام پشتبان ها فریاد بزنید خدای ما محبت مخالف هر ظلمت. این رو بر در و دیوارها و مراکز اسلامی بنویسید، سرنگون باد نظام اسلامی در نام عیسی مسیح. سپاسگزارم جعفر جان، اگر اجازه بدید شما رو به دستان خدا بسپاریم. به خاطر اینکه وقتمون بسیار کم هست، اما خوشحال میشم بعداً با شما صحبت کنم. اگر براتون مقدور بود یک ساعت دیگه تماس بگیرید، میخوام با شما بیشتر صحبت کنم. شما رو دستان مسیح میسپارم عزیز. آمین. سپاسگزارم. مرسی. میبوسم. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیریم. سعید رو داریم. سعید جان روی خط هستی، بفرمایید. الو سلام خواهر سمیر. درود سعید جان. کشیش رفت. سلام. درود بر شما سعید جان. درود شما. عزیز سعید جان. مرسی متشکر. درود خداوند بر شما. همچنین شما. زحمت کشای شما که زحمت های فراوان میکشید. فراوان هم هستی. او شایست است. جلال باز خداوند. عزیز. کشید اول من دعا خواستم، درخواست دعا داشتم، یکی واسه سرنگونی رژیم ایران. آمین در نام عیسی. نه فقط واسه خودم، آمین، نه واسه خودم این دعا رو میخوام، تمام مردم ایران، هر کسی به هر گونه مشکلاتی دارن و دعای میخوان، هر بیماری، هر چیزی، لمس قلب اونا دعا کنید. و این که کشش برای منم دعا کنید. الان گوشی که کنار گوشم رو گذاشتم رو آیفون، به زور دارم صدا میشنوم، یعنی رو آیفون گوشی گذاشتم چند که بشه الان 15 روز گوشم سنگین شده، به زور صدا میشنوم، حس بویاییم از بین رفته، متاسفم سعید جان، هیچ قضایی نمیدارم کسی شانسته چی بگم، یعنی خیلی اذیت دارم شم
سر کار نمیتونم کار کنم به هیچ عنوان. فشار روم خیلی سنگینه. متاسفم. این بیماری واقعا از پا درآورده. خیلی متاسفم. خودم هم دعا میکنم. بیاید پس با هم دعا میکنیم سعید جان. جانم چشم. الان لحظه لطفا با دعای من متحد شد. سعید عزیزم سپاسگزارم از اون قلب زیبات که میبینم در ابتدا دلت برای مردمی سوخت که خداوند اون مردم را آفریده. اول برای گوشه خودت نگفتی. پس سعید عزیزم بدون که خداوند مطابق فیضش دعای تو رو اجابت خواهد کرد. لحظه چشماتو ببند. هموطنان عزیز اگر شما هم ضعفی در بدنتون دارید مطمئن باشید که کلام خداوند هرگز دروغ نمیگه. اعلام میکنه عیسی مسیح هرگاه دو یا سه نفر در نام من دعا کنند هر آنچه بخواهند خدا به آنان خواهد داد. همین. That's it. تمام. دیگه ادامه نداره عزیزان. که دنبال ادامهش نرو. خدا عاشق ماست. خدا پدر ماست. بپذیر. الان که میخوام دعا کنم بدون که خدا نه رسول خدای رسول یهوه عاشق توه. آمین. حتی اگر مسلمان هستی هر باوری داری خدا میخواد دعای تو رو اجابت کنه. آمین. بیا و ببین و بچش که خدا یهوه نیکوست. آمین. لحظه لطفا چشمتو ببند و با دعای من متحد شو برادرم. هاللویا 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 خدای قدوس پدر آسمانی حقیقتا سپاسگزاریم از این که تو مطابق فیض دلهای ما رو به هم گره میزنی. هرچند مایلها و فرسنگها فاصله هست اما تو شدی ریسمان بین مای خداوند ریسمان سوم که هرگز گسسته نمیشه. ای خدا این عشق تو هست بین ما ایمانداران که ای خدا در هر نقطه جهان هستیم این اتحاد رو به توسط روح مقدس تو در کنار هم خواهیم داشت. اینک در برابر تخت پادشاهی تو زانو میزنیم و از تو میخواییم به همین خون عیسی مسیح که بر ما پاچیده شده بنگری ای خداوند. آمین. که فیض تو از اون برمیاد و ای خداوند مطابق فیض دست سلامتی و شفای تو همکنون بر برادر عزیزم سعید جان قرار بگیره و ای خداوند بر گوشهای او قرار بگیره. ای پدر جان و بشور هر ضعف و هر علت ضعف رو در نام عیسی مسیح. هاللویا ای پدر جان این تو بودی که اعلام کردی برای هم دعا کنید تا شفا یابیم. اینک در نام عیسی مسیح سلامتی و شفای سعید عزیزم رو و مصلحت دلش رو برای سرنگونی این نظام اسلامی از دستان پرفیض تو میخوام و همچنین برای دیگر هموطنان عزیزم که با دعای ما متحد شدن تو مطابق فیض آنان رو اجابت کن و تو جلال یاب در زندگی این عزیزان و همه اینها را در نام مسیح می طلبیم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن سعید جان. شما رو به دستان مسیح می سپارم سعید عزیزم. با امید خدا گواهی خوبی از شما بگیرم. آمین. عزیزی خدا نگهدار سعید جان. فیض خدا باش. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو بگیریم. قدم خیر هستن. قدم خیر جان روی خط هستی عزیزم. الو سلام. درود بر شما. درود بر شما. درود قدم خیر جان. خداوند در شما. خداوند برکت بده بیدون. همچنین شما رو. سپاس کذارم. انتماس دعا داشتم. از خداوند و قلب پاک شما. سپاس کذارم. مهر شما. برای برکت خونم. برای سرم که دختری را دوست دارم. جان. فیض خداوند شما دعا کنیم براش ببینم دور میشه کارم نداره بیکارش. آه متاسفم. کارشم دعا کنیم حتما. لحظه پس با دعای خواهرم سمی جان متحد شو. و دیگر هموطنان عزیز خواهش میکنم خواهش میکنم اگر بیننده این برنامه هستید هموطنان خوبم باور کنید تصادفی نبوده. آمین. خداوند داره قلب تو رو میزنه. آمین. مهم نیست باور تو چیه امروز. امروز مهم نیست. روزگاری من و سمی عزیزم بله. نیست هر دوی ما یه جور دیگه فکر میکردیم. امروز آزاد شدیم از اون فکرها. امروز نوبت تو هم وطن عزیزم برای نجات هست. تماس بگی قلبتو به عیسی مسیح بده قبل از اینکه دیر بشه. تضمین 100% برای رستگاری فقط در انجیل عیسی مسیح فقط با خون عیسی مسیح هست. حتی خود اسلام خود قرآن همش میگه شاید رستگار شوید. شاید رو ول کنی. شاید یعنی چی؟ شما میرید پیش یه پزشکی که بگه شاید خوبت کنم بعد یه پزشک هم از میگه 100% خوبت میکنم. یه وکیل میگه شاید درست شه یه وکیل میگه 100% کارتو درست میکنم. شما پیش کی میرید؟ الان خداوند عیسی مسیح میگه 100% تو نجات پیدا خواهی کرد اگر قلبت رو به عیسی مسیح بدی. آمین. کدوم رو میخوای؟ امروز روز انتخاب توست هموطن عزیزم.
نذار دیر بشه، تماس بگیر، قلبتو بده به عیسی مسیح و بذار آزاد شی از هر خرافه و هر حکمت شیطانی. لطفاً خواهر عزیزم قدم خیر جان، لحظه با دعای خواهرم متحد بشید. آمین. ایشون برای شما دعا میکنن تا اون سلامتی و شفا بیاد. آمین. خداوند شکرت میکنم برای لحظه هایی که قبل از که ما به دنیا بیام تو نقشه هاشو کشیدی. آمین. خداوند شکرت میکنم برای وجود در زندگی ما تک تکمون مسیح زنده من که شفا دهنده هستی خداوند. وقتی الازار خداوند سه روز مرده بود، تو روز چهارم رفتی و اونو از قبر بیرون آوردی و مرده رو زنده کردی تا به همه ثابت بکنی این مسیح زنده تو خداوند هستی. آمین که هستی. شکرت میکنم خداوند و برای وجودت خداوند ممنونم در زندگی تک تکمون. خواهرم قدم خیر رو به حضورت میارم که عاشقانه دوستت داره خداوند و با ما تماس نگرفته بلکه با پدر آسمانیش تماس گرفته خداوند. میخوام که لمس تازه زندگیش رو بکنی و اون چی که دوست نداری خداوند تو زندگیشون ازشون دور بکنی و قدمات محکمتر باشه تو زندگیشون. این مسیح زنده من برای ازدواج پسرشون دعا میکنم خداوند. میگی در کلامت که وقتی ما خوابیدیم تو فکر برکت آینده ما بودی خداوند، اون برکت رو برای زندگی پسر خواهرم قدم خیر عیسی مسیح زنده فراهم کن تا اون با شادی دست به دست همسرش بده خداوند و دست تو دست سوم تو زندگیشون باشه. آمین. ای روح القدس عزیزم و همه اینا رو به نام مقدست خداوند به حضور دوردی مسیح جان و با ایمان دریافت کردیم. آمین. 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 آمین که با ایمان دریافت کنیم. شما رو به دستان مسیح میسپارم خواهرم. به شما هم همینطور قدم خیر جان. بریم با هم دیگه خط دیگه ای داشته باشیم. برادرمون محمود هستن. محمود جان بفرمایید. وقت شما بخیر. الو محمود جان. درود بر شما. الو درود بر شما. درود بر شما خواهر سمی. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. سپاسگزارم مهر شما. بفرمایید. کشیش از اون سریع بگم که وقت تلف نشه. خواهش میکنم. میخواستم برای اون نوام اسمش حسنای دختر بچه 13-14 سال است. آبه. حسنا. بله. برای اون دعا کنه. من برای دخترم با یه مشاور شما ایمان آورد به خداوند. هللویا. هللویا. تبریک میگم. دختر بچه لج کرد. آره. بعد این دختر بچه هم که اون سری بهتون گفتم دو هفته پیش که رفتم بیرون بچه از طرف چهارم خودش رو پرت کرد پایین. بله فرمود. این دختر خیلی ناراحته، حرف مادر و پدرش گوش نمی کنه. میخوام برای اون بچه دعا بکنید اونم قلبش به خداوند عیسی مسیح بده، بهش آرامش بده. اسمشون رو بگید لطفا. اسمشون من خودم مشکل دارم جان. اسمش حسنه. حسنه نوشتم اسمش نبم. بله خسرو نه حسنه. بله حسنه. بله بعد یکی از خودم داد. آره یکی هم که خودم دادگاهی هم 4-5 ساله این خونه فروش نمیره، من این مهریه زن هم بدم. دو دفعه پریروزا اومد زد در حیات شکوند و جارو برقی رو شکوند و پشت دروری داد رفت. زن زن سرده اومد صورت جلسه کرد. این هم دعا کنه این خونه فروش شده، این مهریه این خانم رو بدن بهش بره دیگه. من هم نام ایسای مشهد شده. چشم قطع میکنم دعا بکنید برای ما. دو چشم. سپاسگزارم تماس گرفتیم. پس بیاییم برای محمود عزیزم. وقتتون رو نمیگیرم. سپاسگزارم محمود عزیزم. از تلویزیون گوش کنید. از تلویزیون گوش کنید. خدافز خواهد همین. خدافز. هللویای خدا قدوس پدر آسمانی تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، برای محمود عزیزم، برای آنچه که گفت، برای زندگیش، برای خداوند دادگاهش، برای فروختن اون خانه، برای خدای قدوس، برای افرادی که اعلام کرد که آرامش تو بر عزیزان باشه. خواهش میکنم محمود عزیزم رو نسبت مصلحت‌های دلش چه برای خودش، زندگیش و دیگران خداوندا تو اجابت کننده باش. باشه که آرامش توی خدا بر این خانواده باشه، بر تک تک خانواده‌های ایرانی باشه خداوندا و تو جلال یابی و همه اینها را در نام عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. هموطنان آنچه را که ما اینجا اسامی شما رو می‌نویسیم این اسامی به اعضای کلیسا داده میشه،
عزیزانی که این مسئولیت رو قبول کردن، حتی بعضیاشون هستن که در طول هفته روزه میگیرن. پس در دعا و روزه هستیم. به طور خاص سه شنبه ها از ساعت 6 صبح به وقت لس آنجلس تا ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس، 5 و نیم بعد از ظهر به وقت ایران سه شنبه می توانید با ما تماس بگیرید. و الان نزدیک میشه 11 سال هست که این خدمت رو ما داریم از سه شنبه ها. آمی. برای ایرانی ها دعا می کنیم و این واقعا محبت شبکه محبت هست که با ما. آمی. هست که در طول 9 سال هست که ما می بینیم این عزیزان شماره تلفن های شماره ما میدن در اون صبح زود. عزیزان ساعت 5 صبح اینجا باید بخوام، ولی از همون موقع شروع میکنن تلفن ها رو گرفتن و 6 صبح ما میدن. واقعا اینجا جاده تشکر کنیم از عزیزانی که در این قسمت ما رو یاری میکنن و گواهی های بسیار داریم. و خدا با قلب من وقتی کلیسا رو بنا کردم صحبت کرد یک روز در هفته صبح زود رو بذار برای ایران و ایرانیان دعا کن. آمین. و من 11 سالی که خداوند این کلیسا رو بنا کرده این خدمت رو داریم. 2 سال ما دعا کردیم، سال سوم موفق شدیم که تلفنایی از ایران داشته باشیم و هنوز ادامه هست با گواهی‌های بسیاری. پس دریغ نکنید، تماس بگیرید لطفاً تا برای شما عزیزان دعا کنیم. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. بله، برادرمون محمد هستن. محشید، محشید عزیزم رو خط هستی؟ محشید جان روی خطی؟ هلا خدمت شما گلهای بهشتی، سپاسگزاریم خدمت کشیش رسول جان، سپاسگزاریم جان عزیز، سپاسگزاریم مهر شما، قربان شما عزیز. محشید هستم. هفته یه پیشم تماس گرفتم با شما عزیزان صحبت کردم، یه گواهی داشتم میخواستم بدم که آره. و مثل سعید جانم میخواستم بگم که برای همه مردم دعا کنیم. با ما تو مخمص افتادیم و واقعا مردم ایران در خیلی اذیت و آزارن. بله. و میخوام که برای هممون دعا کنیم. خودخواه نباشم بگم برای من تنها. برافو. واقعا زندگی خودم خیلی داره سخت میگذره. آمین. بله. و آره، گواهیم اینه که یکی از دوستانمو من کتابمو یعنی بهشون معرفی کردم و همین آیین شریعت عیسی مسیح جان رو بهشون معرفی کردم و یک هفته از کتابمو دادم و دلش نمیخواد دیگه برگردم. بعد عاشق عیسی مسیح جان شده و دوست داشتم که براش بتونم کتاب تهیه کنم که مثل این که به امید خدا میشه از شبکه شما بنویسید برای حتما ما خودمون برای شما. محشید جان یه کتاب میفرستیم، کتاب خواهیم فرستاد برای شما. آره. من آدرس براتون بفرستم. الان هیچی نگید، تماس میگیم. الان هیچی. الان احتیاج ندارید مطلبی. با شما تماس میگیرم. محشید جان. سپاسگزاریم از این گواهی. بله. خواستم تشکر کنم. بله، کارها یکم داره خوب پیش میره. فقط همسر گرامیم یه سلامی برای مخصوص براتون رسون. خیلی دلتون تنگ شده بود شستنتون بله صحبت کنه ولی که مزاحم نشم. بفرم هم سلام میرسونه. سلام برسونه. قربان شما. سلام میرسونن. دست بوسیم ما واقعا. خدا رو شد کارها داره خوب پیش میره. هللویا. آره کسی سطور داشت. فقط یه زمین داریم، یکم میخوام برای کار کاسبی آقامون بفروشیم که انجام بدیم. آره اون یکم آره نمیتونم بگم تلس شده چون اسم شیطانیه ولی نشده از دو ماه به ماهه. بله فقط میخواستم یکم تمرکز رو همین کار پسرم و همین زمین. حتما. الان از سمی جان میخوام که محشید جان برای شما دعا کنم. برای موارد منم متحد میشم با ایمان دریافت خواهر محشید. اینو بدونیم که وقتی ما دعا میکنیم ما ایمان داریم، اطمینان داریم خداوند بهترین رو انجام میده. آی جانم خدا روشی برای قلبه. قلب منو دیگه هیچ کس نمیتونه دیگه بکنه. یعنی آمین. آمین. فقط محسوس خداوند و آره عیسی مسیح جان شده. آمین. دیگه نمیتونن نخواهند تونست. آله خواهش عزیز. پس لحظه لطفا با دعای خواهرم سمی جان متحد بشید. لحظه با دعای بفهم سمی جان برای وجود شما. همچنین شما خداوند با شما باشه. سپاس کنم مهر شما. خداوند داشت
شکرت میکنم برای قلب زیبایی که مهشید به تو تعلق داده، چون تو شایسته هستی آمی. که تمام زندگی ما به تو تعلق داشته باشه. آمین. خداوند خودش، همسرش آمی. و پسرش رو به حضورت میارم. خداوند اول میخوام که از روح مقدست پرشون بکنی، بشوری آنچه که از زندگیشون دوست نداری داشته باشن خداوند، و یک بار دیگه درای آسمون رو برکت تو به روی این عزیزان باز کنی که وقتی میرن و بشارت میدن خداوند، میوه ها رو ای روح القدس تو میچینی خداوند، و خانه شون خانه دعا بشه خداوند. عیسی مسیح زنده، در اون زمینی که قراره به فروش برسه خداوند، چندین برابرش به برادرمون بدی، شوهر مهشید عزیزم، تا برای جلال نام تو در کشورمون ایران خداوند و برای بشارت استفاده بشه خداوند، و همه اینا رو به نام پدر، پسر، روح القدس، پدر جان به حضور دوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین که با ایمان دریافت کنیم. سپاس از این که با ما بودید. خیلی خوشحال شدم. شما رو به دستان خدا بسپاریم. سپاس از شما گرامی ها. روی ماهتون رو میبوسیم. ما همینطور عزیزم. مرسی. خدا نگهدار. سپاس. خیلی دوستتون داریم. ما بیشتر. قربون شما. سپاس خدا هم مهر شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شما هم همینطور عزیزم. ما تغییرات خیلی کوچیکی هم توی برنامه‌مون داریم، حتما در اوپنینگ هم دیدید که عزیزان لطف کردن و اوپنینگ جدیدی رو برای ما مهیا کردن. یکی از تغییرات این هستش که در بین برنامه‌مون میل به این داریم که برای استراحت شما عزیزانم یه چایی میل کنید، بریم با هم دیگه بریکی رو داشته باشیم، موزیک ویدیویی رو به سلیقه اتاق فرمان داشته باشیم، برمیگردیم با شما خوبان خواهیم بود. آمین. رسولان مسیح نیست ما را تشویق میکنند که در حضور خدا کوری روح القدس رو بخوایم. وقتی کوری روح القدس رو میخوایم، اونجا روح القدس میگه رسول بس دیگه، چرا برای خودت داری دعا میکنی؟ چرا داری برای کلیسا دعا میکنی؟ حالا بیا دعا کن برای اونها که تو زندان هستن، چه سیاسی هن چه مسیحی هن. برای معتادین دعا کن. رسول تو فرزند من هستی، تا کی فقط کلیسای من، خونه من، زندگی من، بچه من، بیزنس من، اقامت من. وقتی در روح هستی، اونجا روح القدس طریق دعا رو ما خواهد داد، و اونجا هستش که به فیض خداوند ما نیز میبینیم که پیروزی ها داریم. باز شاعری اعلام میکنه: افتادگان چون تکیه به دست دعا کنن، صد درد را به قطره اشکی دوا کنن.
هر فکر خسته نیاز به استراحت در حضور خدا دارد تا آرامی یافته و با عزمی دوباره به هدف بیندیشد. کشیش رسول هیدری. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیز و سپاس از این سراینده با این صدای زیبا. هاللویا. واقعا هر کجا هستن ایشون خدا بهشون برکت بده. جا داره سپاسگزار باشم از کشیش جلال سپهر که واقعا با این شعر زیبایی که ایشون گفتن و برکت خداوند بر این برادر عزیزمون و عزیزانی که این سرودها رو آماده میکنن، تمام سرایندگان برکت خداوند باشون باشه. میدونیم که عزیزان ما که سرود آماده میکنن، سرود میسرایند و این موزیک ویدیوها رو آماده میکنن، موزیک مسیحی رو و این دیویدیوها رو، اینها درآمدی ندارن. یعنی تمام آنچه که انجام میدن برای جلال خدا و پشتبانی این هیچ ساپورت مالی از بگیم براشون باشه نیست. هستن عزیزانی که حتما حمایت میکنن، برای همین با تمام دلشون دارن برای خدا انجام میدن. از این رو هستش آنچه که از دل برمیاد در دل میبینیم میشینه. هموطنان عزیز، برای سرایندگان مسیحی لطفا در دعا باشید. برای خادمین خدا در دعا باشید. برای شبکه های مسیحی در دعا باشید که این امید و شادمانی و این آرامش رو به توسط رسانه ها، آنچرا که این امکانات و این تکنولوژی رو از نظر من خدا آفریده برای اینکه خبر خوش نجات برسه. آمین. اما همیشه شیطان سوء استفاده کرده. هموطنان دیگر رو بشارت بدید، این شبکه‌های مسیحی رو لطفاً به اونها معرفی کنید، شبکه محبت رو معرفی کنید به دوستانتون تا آنها نیز در این آرامش و امنیت قرار بگیرن. بریم با هم دیگه خط دیگه رو داشته باشیم. ما زهره رو داریم. زهره عزیز روی خط هستی عزیزم. الو. الو زهره جان بفرمایید عزیزم. الو جانم بفرمایید. بفرمایید. سلام خان. درود بر شما. درود بر شما. سپاسگزاریم از مهر شما. در خدمتتون. خوشحالم صداتون رو میشنوم. متقابلا. خواهر خوبم. بفرمایید. خدا رو شکر میکنم برای وجود شما. جلال هستم. همینطور. خدا رو شکر برای وجود شما. ممنون. بفرمایید خواهر خوبم. خواهر برادر، میخواستم که دارم دعا کنیم. حتما. برای زندگیمون. حتما. برای خودم. حتما. برای که تو این کنیم برای زندگی ما دوچار مشکل شده بود یه مدت. و الان دوباره خوب شده. خدا رو شکر. و میخواستم که برام دعا کنیم. حتما حتما. با همسرش تو بسرتون. آیا همسر شما اونجا هستن؟ زهره جان. خواهر زهره. من در همسرانه شهر دیگه هسته. بله. و من خودم یه شهر دیگه، اون یه شهر دیگه کار میکنن. ایجان. شهر دیگه هسته رفته. بله. بله. دعا کنین که من از یعنی این کلمات و به شهر بندرعباس سفر کنم و خونم اونو ببریم اونجا با بچه ها و با شوهرم زندگی کنم. آمین آمین آمین. حتما حتما. خداوند جدایی رو دوست نداره. بله بله. حتما پس برای رشد ایمان داده، برای رشد ایمان ما، برای اینکه پیشرفت کنیم تو ایمان. آمین آمین. برای وقتی من یکم بد اخلاقم، یکم اعصابم ضعیف، طاقت حرف ندارم. بعد همه که به این میگم مشکل اعصاب داری برات، بعد بچه ها تو خونه یکم رو اعصابم را میان میخوام بزنم ایشون دائم بچه ها رو. بعد دست خودم نیست جانم. بعد از این بس چند لحظه متوجه میشم من چیکار کردم. آخ جانم. من میخوام از شما چند تا سوال کنم. لطفاً دقت کنید به سوالات من. خب از اونجا که شما یک ایماندار به مسیح هستید، درسته؟ بله. خب بفرمایید آیا توی زندگی شما افرادی هستن که نسبت به گذشته مثل والدین، مثل عمو، مثل همسایه، مثل معلم که باعث آزار شما بودن و شما هنوز در دلتون نسبت به اونها اندوه و غم و خشم می‌دارید؟ بله 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 بله.
خب یکی از پیشنهادات من و کلام خدا این رو اعلام میکنه، برای داشتن شفا و سلامتی که ما آرامش داشته باشیم، این هست که سبد فکر و دل و احساس خودمون رو بشوریم از تمام کینه و نفرت نسبت به دیگرانی، حتی اگر نسبت به اونها از نظر منطقی شما درست میفرمایید، اما کلام خداوند اعلام میکنه ببخش تا بخشیده شوید. در اصل یعنی این هستش که ما اونها رو رها کنیم تو دستای خداوند تا برکت بگیریم از دستان خداوند، چرا که اونها بین ما و خدا همیشه مانع هستن. خدا میخواد ما رو برکت بده، ولی این کینه و این نفرت متاسفانه اجازه نمیده برکتی که در این قسمت هست رو من از خدا بگیرم. از این رو میخوام برات دعا کنم و تشویقت میکنم اسامی که در دلت هست، یعنی در فکرت هست و نسبت به اونها آزرده دل شدی از دوران کودکی، نزد خدا ببر و تسلیم کن. غرض این نیست از که شما بگید من فراموش کردم، هرگز فراموشی به وجود نمیاد، حتی کلام خداوند اعلام میکنه در کتاب اشعیا 43:25 و همچنین در عبرانیان 10:17 اعلام میکنه خدا میبخشه و به یاد نمیآورد، یعنی رله نمیکنه، تکرار نمیکنه. وقتی که شما اون شخص رو دیدی دیگه نباید فکر کنی چرا این اون دفعه یا 10 سال پیش یا بچه بودید شما رو اذیت کرده. میتونه از نزدیکترین شخص مانند همسر باشه، میتونه خواهر و برادر، همسایه باشه، والدین باشن، اینها رو تو دست خدا بسپارید و تمرین کنید به یاد نیارید. این نکته اوله. نکته دوم، تشویقت میکنم خواهرم وقت بیشتری برای کلام بذارید. آمین. به طور خاص تشویقتون میکنم مزامیر رو بخونید، هر روز گذشته از انجیل مزامیر رو بخونید، 150 بابه، نویسنده های مختلف مانند داوود پادشاه، سلیمان پادشاه رو داره، موسی رو داره و دیگر افراد مردان خدا. تشویقتون میکنم که لطفاً مزامیر رو یک بار صبح، یک بار شب، مانند یک نسخه هست، شریعت نیست، نمیخوام شریعت بهتون بدم، اما این شما رو تراپی میکنه، میشوره. نکته بعدی این هستش، تشویقتون میکنم که سرودهای مسیحی رو گوش کنید. نمیگم آهنگای دنیوی رو اصلا گوش نکنید، نه اصلا این گونه نمیخوام فکر کنیم، میتونیم موزیک دنیا رو هم گوش کنیم، اما سرودهای مسیحی رو گوش کنید. صبح اجازه بدید با چند تا سرود مسیحی روح شما تازه بشه. شب میخواهید بخوابید، این سرودها رو داری کار میکنی، داری تمیز میکنی، داری نظافت میکنی، با این سرودها لطفاً کار کنید و بذارید این سرودها ذهن و فکر خسته شما رو بشوره. خواهر عزیزم، این نکاتی است که به من مربوط میشه، اما برای سلامتی میباید همت کرد، حتی لازم هست ما پیش پزشکان بریم، روانشناسان بریم و متخصصین بریم تا شفا بگیریم، چون خدا میخواد ما سالم زندگی کنیم. آمین. خواهر خوبم، پس این نکات رو لطفاً بهش توجه کن. الانم میخوام دعا کنم برات، لطفاً تمام افرادی که در ذهنت دلیلی خشمت هستن، ناراحتی هات هستن، غمت هستن رو بیار در حضور خدا، تسلیم خدا کن، ببخش. آمین. به خدا من. اگه جنگی هم هست بذار خدا برای تو بجنگه. آمین. خواهر خوبم، و اون بدون که بهتر از من و تو میجنگه. لحظه چشماتو ببند زهر جان. دیگر هموطنان عزیزم، اگر در دلتون نسبت به دیگران، اون دیگران هر کی هستن، اینک خشمی دارید، عصبانی هستی، اول ببخش و بعد بخشیده خواهی شد از محبت خدا، از آرامش خدا، از اون درک درست شما نیز بهره خواهید گرفت. آمین. تا تازه درک کنید که چرا فلانی اون روز تو رو اذیت کرده، یه دلیلی داشته. امروز به فیزیک اون نگاه نمی کنی، به عمل اون نگاه نمی کنی، به درد درونیش که باعث اون رنج تو هم وطن عزیزم شده نگاه خواهی کرد. مسیحیت عمق وسیعی هستش نسبت به درک تمام موضوعات عزیزان. پس ما اینجا امر معروف نمی کنیم، تو تیواری نمی گیم ببخش، بلکه آنچه را که می گیم ایمان داریم که درش یک قدرتی هست مشروط بر این که شما بپذیرید. پس با دعای من متحد بشید لطفا، تمام موضوعاتی که باعث خشمت شده به خدا بسپار تا آزاد بشی، با آرامش و ریلکس این نیز زندگی کنی. پدر عزیزم، خداوند تو رو شکر میکنم به پاس محبتت، به پاس فیضت. خداوند ما ایمان داریم که 2000 سال پیش تو به خاطر گناهان ما بود عیسی مسیح روی صلیب رفتی
زمانی که ما دشمن تو بودیم، ما به تو بدی کردیم ای خداوندا، اجداد ما به تو بدی کردن، تو بهر گناهان ما ای خداوندا روی صلیب رفتی و مردی و پس از 3 روز قیام کردی تا خون پر جلال تو اینک کفاره کننده هر گناهی باشه که خداوند ما و خدای پدر ما هرگز این گناه رو دیگه نبینه، بلکه پوششش خون تو باشه. اینک از تو میخوام مطابق فیضت خواهرم زهره رو به حضورت میارم و دیگر هموطنان عزیزم رو در نام عیسی مسیح خدا، تمام کسایی که باعث آزار و رنج خواهر من شدن از دوران کودکی تا به امروز ای خداوندا، و دیگر هموطنان عزیزم که دارن تسلیم تو میکنن، تو با فیضت ای خدای قدوس مطابق فیضت اون افراد رو در کنار خودت قرار بده و تو باشی که بر اونها داوری میکنه و بگذار ای خداوندا به ازای این شخصیت ها، این افراد ای خداوندا محبت تو وجود خواهر من رو بگیره، قوت و آرامش تو بگیره ای خدای قدوس و بشور فکر خواهر من رو، احساس خواهر من رو ای خداوندا از تمام آن دلایلی که باعث خشم در وجود او شده عیسی مسیح، بشور و دیگر هموطنان عزیز من رو و آرامش تو و قوت تو و سلامتی تو و روح پر جلال تو کاور فکر و زندگی عزیزان باشه ای پدر جان. برکت بده خواهر من رو به مسئلات دلش در کنار همسرش و برای رفتن ای خداوندا اون سرزمینی که میل اون دارن، اگر اراده تو هست ای خداوندا مطابق فیضت انجام بده و تو جلال یاب و همه اینها را در نام مسیح می طلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن خواهر عزیزم. لطفا به نکاتی که عرض کردم توجه کنید. آمین. شما رو به دستان مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار زهره جان. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. بابک عزیز هستش. بابک جان روی خط هستی عزیزم. الو. درود. درود بر شما. درود بر شما بابک جان. من خواهر سمی جانم. درود بر رسول حیدری، کشیش رسول حیدری. سپاسگزارم مهر شما بابک جان عزیزی، در خدمتون هستیم برادرم. خیلی وقت روی خط بود بابک جان، منتظر بود. بله جانم بفرمایید. در خدمتتونم بابک عزیزم، بفرمایید. فقط لطف کنید با تلفن صحبت بفرمایید. چون که چند ثانیه تلویزیون دیرتر. سپاسگزارم مهرش. مرسی عزیزم. من تقریبا 3 سال ایمان دارم. هللویا، تبریک میگم. شکر. مرسی، خیلی ممنون تشکر. بعد میخواستم دعا برام دعا کنیم. حتما. برای چه موضوعی بابک جان؟ دعای برکت، دعای خیلی برکت دعا کنیم. آمین. بعد من مدت خیلی زیادیه که مستاجر هستم، میخواستم که یه رهن پول رهنی از خداوند عیسی مسیح برام طلب کنید. آمین. حتما حتما بابک. یکی هم از آقای کشیش رسول خواهش میکنم که برام انجیل کامل بفرستید. اون اینجا نیست. چشم. انجیل کامل میخواستم. بله، از اتاق فرما خواهش کنم بابک عزیزم رو در این قسمت یاری کنید. بله. چش بابک جان، اما قبل از اینکه به شما انجیل برسه، می توانید از رسانه‌های اینترنتی استفاده بفرمایید. بله. و فقط هوشیار باشیم که انجیلی که ما دستمون میاد انجیل برنابا نباشه. انجیل برنابا انجیلی نیستش که تایید شده معلمین کتاب مقدس باشه، مربوط میشه به 500 سال قبل که به توسطی که مسلمان نوشته شده. پس اون انجیل رو ما به هیچ وجه تایید نمی‌کنیم. اما انجیلی که به دست شما میرسه و یا عهد جدید، عهد جدیدی که به دست شما میرسه، 4 انجیل اول هست که از نامه‌های انجیل هست که شما میتونید نگاه میکنید. انجیل متا هست، مرقس هست، لوقا هست و یوحنا و بعد اعمال رسولان هست و بعد میبینیم که نامه رسولان به طور خاص نامه پولس رسول هست. پس مواظب باشید
که روی اینترنت هم میرید چه نوع انجیلی هستید. خواهشمند هستم که بابک عزیزم با مشاورین ما صحبت کنید. بله. کلاس‌های مسیحیت چیست رو برای شما خواهند گذاشت. سوالات خودتون رو بنویسید عزیزان. یک ایماندار تا آخر عمرش باید تحقیق کنه. آمین. وقتی ما به مسیح ایمان میآوریم سوالاتمون شروع میشه و بسیار زیباست. کلام خداوند میگه همه چیز را تحقیق کنید. خداوند این سیستم مغزی رو به ما داده که درباره موضوعاتی که اطرافمون هست هم داوری کنیم و هم تحقیق کنیم. داوری بد رو ما نباید انجام بدیم برای محکومیت نسبت به کسی، اون کار خداوند هست. اما نسبت به تمام موضوعات ما داوری میکنیم. وقتی که شما سوال درست هست جواب درست رو میگیری و دیوار شک رو میندازی تا بتوانی نهال ایمانی که خدا در دلت قرار داده رو ببینی داره به خوبی رشد میکنه. آمین. و حتما میوه خواهد داد برادر. آمین. عزیزم پس بیا بابک جان با دعای من متحد شو. بعد اگر هموطنان عزیزم رو تشویق میکنم برای رشد ایمانشون با دعای من متحد بشید. رشد ایمان یعنی این که از روح خدا پر بشید. پیوسته از روح خدا پر بشید. آمین. هللویا هللویا. خدا قدوس پدر عزیزم خداوند سپاسگزاریم از این مهری که خداوند شامل هموطنان عزیز ما شده. در این روزهای سخت، در این روزهای درد، در این روزهای تنگی، در این روزهایی که خداوند میلیون ها سوال در ذهن ایرانی ها هست که تو هستی که تو نیستی، آیا خداوند چرا به داد مردم نمیرسی، چه شرایط سختی هست، اما دست پر از محبت توس مسیح که آنان را خداوند به دست خدای پدر میرسونه، آنانی که مشتاق تو هستن، آنانی که نیازمند حقیقت تو هستن و تو با فیضت ایرانی ها رو همچون بابک عزیزم من رو نجات دادی. اصلا میخوام بابک عزیزم رو مطابق فیضت و دیگر هموطنان عزیزم من رو از روح مقدست لبریز کنی، از قوت خودت، از میوه روح القدس گرفته تا عطایای او خدا و ایرانیان را برکت بده برای جلال نامت عیسی مسیح که لشکر بزرگی بشن برای نجات خاورمیانه خداوند تا خبر خوش نجات خدا از کشور عزیز ما ایران به سرتاسر خاورمیانه کشورهای اسلامی برسه. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن برادر عزیزم. شما رو به دستان مسیح میسپارم. اگر سوالی دارید با مشاورین ما همچنین منم در خدمت هستم برادر. آمین آمین. خدا نگهدار عزیزم. خواهش میکنم عزیزم. آمین. خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیزم. بریم با هم خط دیگه ای رو داشته. من فرهاد بگیرم چون فرهاد دوباره برگشت روی. خواهش میکنم. الو فرهاد جان روی خط هستی از مرسی که دوباره برگشت روی خط. الو درود بر شما. بفرما فرهاد جان. فرهاد جان با تلفن صحبت بفرما. سلام علیکم. خسته نباشید. خواهشانی برادرم رسول سپاسگزارم. مهر شما بفرمایید. درود خدا بر شما. همچنین شما خواستم اشارتی بدم دعای برای ما بکنید. حتما بفرمایید. بگید که قبلا مثلا چهار ماه قبل اعتیاد داشتم با قدرت شما عیسی مسیح پدر آسمانی ترک کردم. حالا مثلا قسمتی که روی سر من شیطانه که پشت سر من هستن نمیذارم زندگی آرام داشته باشم. میخوام از این دست سرم وعد داره. جانم 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 فرهاد جان. کلام خدا میگه ضعیف بگوید قوی هستم. آمین. ضعیف بگوید قوی هستم. کدوم ضعیف؟ اون ضعیفی که به مسیح ایمان آورده و میبینه دو وجودش خستگیه، مشکلات تو زندگیش میبینه، اعلام ضعف نکنه و بگه خداوند من قویه. خدای تو خدای قوی هست. او کنار تو هست برادرم و او میخواد از تو استفاده کنه. شیطان میخواد تو رو بترسونه، اتفاقا خدا میخواد از تو استفاده کنه که تو از طرف خدا دستی باشی برای معتادین دیگه که هم اونها ترک اعتیاد کنن و هم به مسیح ایمان بیاورن. مشکلات و سختی ها که میاد نگاش نکن، به خود خدا نگاه کن، به حضور خدا که در کنارت هست نگاه کن. کلام خدا رو بخون، از روح خدا پر بشو، بشارت بده، مشکلات رو بده به دست خدا. خداوند رفع مشکلات تو رو خواهد کرد. آمین. این رو بدون قوت خدا با توه. خدا موقعی که من و شما خواب بودیم
ما رو بلند نکرده بگه بشینید، بلندمون کرده که حرکت کنیم. آمین. همکاران او باشیم، سفیران باشیم. آمین. کاهنان باشیم. آمین. اعلام ضعف نکن برادر خوبم، اعلام ضعف نکن. از خدا پری روح القدس رو بخوا و خداوند قوت تو خواهد شد. و دیگر هموطنان عزیزم وقتی مسیح ایمان میارید اعلام ضعف نکنید، اعلام کنید خدا با ماست. تا آمین. خدا با ماست کیست بر ضد ما؟ آمین. و خبر خوش نجات رو بدید. یکی از طریق های برکت توی زندگی ایمانداران خدمته. اولین خدمت متی 28:19 است، بروید و قوم ها را شاگرد سازید. خبر خوش نجات رو بدید. آمین. هموطن عزیزم امروز شاگرد مسیح هستی، شاگردتو بساز، شاگرد مسیح رو بساز. آمین. حقیقت خداوند تو معرفی کن، یهوه رو اعلام کن هموطنم و خداوند تو رو برکت خواهد داد. از خواهر سمی میخوام که برای برادر عزیزم فرهاد جان و دیگر عزیزانی که میخواید، ایشون که خب خدا رو شکر ترک اعتیاد کردن، اگر مایل هستید ترک اعتیاد کنید با دعای خواهرم متحد بشید لطفا و قوت خدا رو بگیرید. ایمانداران عزیز خدا با شما کار داره، عطایاتون رو بشناسید. عطایا مال کشیشا فقط نیست، عطایا برای ماها نیست. ما حداقل تو این 19 سال داریم اعلام میکنیم ده. عزیزان به مسیح که ایمان دارید روح القدس رو دارید و چون روح القدس رو دارید عطایایی داری. عطایات رو بشناس، از عطایات استفاده کن برای جلال خداوند. آمین. خداوند شکرت میکنم برای برادرم فرهاد. پسر من بخواد با شما بخواد حرف بزنه، بخواد پسر من احمد هم بخواد حرف بزنه. ای جانم اجازه بدید دعا کنم ایشون، بذارید ایشون دعا کنم بعد صحبت میدم حرف بزنم. میگه من میخوام به برادرم رسول بخوام حرف بزنم، اسمش احمده. باشه بفهم. باشه باشه بفهم. الو بفهم. باشه بفهمید بفهم. الو جانم احمد جان. الو سلام. سلام. سلام احمد جان، درود بر شما احمد عزیزم. ممنون که با ما تماس میگیری. آخ جانم جان. خوبی احمد جان؟ بله احمد جان. بله احمد جان. احمد جان دست بابا رو بگیر. الان خواهرم سبی میخواد دعا کنه. دستای بابا تو بگیر با هم دعا کنیم. دستای بابا رو بگیر. من بگم بابا. آخ جان جان جان. بله عزیزم عزیزم دستای بابا رو بگی با هم دعا کن. دستای بابا رو بگی. آمین. جانم میبوسم. سمی جان لطفا براشون دعا کن. ما به آخر وقت هستیم متاسفانه. بزرگم هستم. جان بفهم. خدا شکرت میکنم برای برادرم فرهاد. آمین. و پسرش احمد. خداوندا که از اون جلال نامت استفاده شد پدر جان برای ترک اعتیاد برادرم خداوندا. آمین آمین. بگذار که قضاش جای اعتیاد خداوندا عشق تو و کلام تو باشه خداوندا. و اون جایی که خالی هست تو زندگیش خداوندا تو پرش کنی با عشقت. آمین. ای روح القدس عزیزم برای پسرش احمد دعا میکنم خداوندا که سرباز عشق تو بشه ای مسیح. خواهش. و همینجور که سنش بالا میره خداوندا گامهاش با تو یکی بشه و همراه تو باشه خداوندا و تغذیه زندگیش از روح مقدس تو بشه. آمین. پدر جان این پدر و پسر رو به حضورت میارم پدر جان و ایمان دارم که ازشون میخوای برای ملکوت خودت بر روی زمین استفاده بیشتری کنی. خداوندا تمام این دعا رو به نام مقدس دیم مسیح زنده به حضور دوردیم و با برکت آسمانی و زمینی از دستهای تو برای عزیزان گرفتیم. آمین. در نام عیسی مسیح. آمین. شما رو به دستان خدا میسپارم فرهاد جان. ما در انتهای وقت هستیم. بله. بتونیم به چند تا خط دیگه نیز خدا جواب. خدا نگهدار فرهاد جون. فیض خدا باشه. احمدم ببوسیم واسه ما. آمین. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. سپاسگزارم. من خط بعدیمون این شبکه شبکه خانوادگی. هللویا. و واقعا توانسته در دل ایرانی ها جا بگیره. آمین. و میبینیم که
چه تحول بزرگ و نیکویی انجام برخلاف آنچه که نظام اسلامی در طول 40 سال باعث تلخی و ترس شد. این باور و این ایدئولوژی پوسیده اسلام متاسفانه، اما خداوند با انجیل مقدسش، با خبر خوش، با روح القدس به توسط شبکه‌های مسیح، شبکه محبت، این محبت رو در دل ایرانی‌ها قرار داده. هموطنان دیگر را بشارت بدید. یک بار دیگه هم گفتم حیف ایرانیان مسلمان باشن، هرگز اجازه ندید. یک ایرانی این رو بدونیم، مسلمان زاده هست، مسلمان نیست، مسلمان نیست. مسلمان یعنی داعش، مسلمان یعنی بتونه به راحتی اون کسی که باور دیگه ای داره اون رو بکشه. ما مسلمان زاده بودیم در طول تاریخ، مسلمان نبودیم. تو هم وطن عزیزم که فکر میکنی مسلمان هستی، اما محبت باید بکنی، مهربون باید باشی. تو مسلمان نیستی، تو یک ایرانی نجیب هستی. هم وطن عزیزم، اسلام رو شکل زیب، قسمت شکل زیباش در اصل مدیون ایرانی ها هستش. هم وطن عزیزم، تو یک ایرانی خوب هستی. تحقیق کن، انجیل رو بخون، خبر خوش نجات رو در حضور خدا ببر، از خدا حقیقت رو بخواب و مطمئن باش خدا حقیقت رو برات آشکار میکنه، همون گونه که برای من یک زمان مسلمان متعصب آشکار کرد. و به مسیح ایمان بیار تا آزاد بشید. آمین. این روزها روزهای نجات هست، چیزی رو دست نمیدی. هموطن عزیزم، قلب تو مسیح بده، ببین زندگی چقدر عوض خواهد شد. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیریم. برادرمون اکبر هستن. الو اکبر جان، روی خط هستی عزیزم؟ وقت شما بخیر، بفرمایید. سلام. درود بر شما. درود بر شما. سلام چشمی هستم. سپاسگزارم مهر شما، بفرمایید. من شما خوبی شما. با خوبی شما. با خوبی شما بفرمایید خواهش می‌کنم. الو جانم بفرمایید. سلام چشمی هستم. عزیزی صدای شما رو. سلام چشمی هستم. خانم تنی. سپاسگزارم. درود بر شما عزیزم. صداتون پخش میشه. خانم آقای چشمی هستم. خانم تنی. از شما خواهش می‌کنم که برام دعا کنید برکت آمین. با فیض خدا. آمین. آمین. من هم مشورم که اشتم که از من جدا شده چند بار آقایی را میکشی رسی گفت صحبت کنیم، من صحبت هم نکرد بده ولی من میکنم دعا کنیم من ایران مسیحی پیدا کنم جا حتما. پس اکبر جان بیا لحظه با دعای من متحد شو. اکبر عزیزم لحظه با دعای من متحد شو. هاللویا هاللویا هاللویا. خود قدوس پدر آسمانی، با شکرگزاری بیایم به حضورت. شکرگزار هستم که خداوند نجات و رستگاری از طرف تو بود، رایگان بوده خداوند که نصیب ما شده. خدا چه کسی هست که شایستگی اون رو داشته باشه؟ چه کسی از توان این رو داشته باشه که خداوند برسه به نقطه اوج نجات مگر فیض تو که شامل ما بشه؟ همچون ای خداوند چتر پر محبتی که اینک بالای سرزمین عزیز ما ایران پهن شده. تو رو شکر میکنم برای وجود برادر عزیزم، برای قلب خوبش ای پدر، برای نجاتی که برای اون مهیا شده. اینک از تو میخوام دیگر مستعدهای دلش نظر کرده، پری روح القدس، رشد در ایمانش، داشتن یک همسر ایماندار خداوندا و زندگی پر برکت، چه برکت روحانی و چه برکت مالی. برادرم روی خداوندا با فیضت مبارک بخوام. و دیگر هموطنان عزیزم روی که خداوندا با این دعا متعهد هستن، تو برکت بده و تو جلال یاب، چرا که تو شایسته هستی. و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت. شما رو به دستان خدا میسپارم اکبر جان. مطمئن باش خداوند با فیضش دعای شما رو اجابت. آمین. فیض خدا باش. آنیتا رو داریم. خدا نگهدار اکبر جان. یه زمانی بود تا آنیتا رو بگیم، یه زمانی بود وقتی میخواستیم برای یک ایماندار دعا کنیم، برای با یه ایماندار ازدواج کنیم، ایماندار ایرانی، چقدر سخت بود چون کم بودن. اما هاللویا که میبینیم ایرانی ها همین گونه که خداوند فیض داده، گروه گروه دارن به مسیح ایمان میآورن و دیگه امروز مسیحیات تو ایران اقلیت نیستن. تمام آمی. شد اون بازی واژه اشتباه که میگفتن مسیحیای اقلیت، دیگه تموم شد. مسیحیا
ایرانی هستن، اقلیت اینا رو هم بذاریم کنار، برای هیچ آمین. باورمندی استفاده نکنیم لطفاً. همه ایرانی هستیم توی ایران. آمین. اول همه ایرانی هستیم. آمین. باور ماها یک موضوع قلبی هست، نه ربطی به دولت داره، نه ربطی به همسایت داره، ربطی به کسی نداره، ربطی به تو داره هموطن عزیزم. آمین. به این میگن در اصل اندیشه سکولاریسم که عیسی مسیح پدید آورنده این سکولاریسم است. چرا که وقتی که او را خواستن ببرن برای پادشاهی، میگه عیسی مسیح از اون محل رفت، نموند. پادشاهی اون نیست، پادشاهی قلبی هست هموطن عزیزم، مربوط به خود شخص میشه. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو بگیریم. آنیتا جون هستش. آنیتا جان روی خطی عزیزم. الو آنیتا جان، وقت شما بخیر، بفهم خواهش کنم. الو آیا صدای ما رو دارید؟ Please enter the number. متاسفانه آنیتا جان ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. مشروط بر اینکه مایل بودید من در خدمتون هستم. همچنین سمی جان. بریم خط دیگه. شیرین عزیز از هلند هست. شیرین جان بفرمایید عزیزم. بله من عرض کردم خدمتتون، خواهر اسمتون رو نمیدونم چی هستش. سمی هستم. خواهش میکنم. سپاسگزارم. سلام که عرض میکنم خدمت کسوش هست و عزیز. سپاسگزارم. قدرت کلامش. عزیز جلال عزیز. صداقتی که صحبت میکنه واقعا. قلب ما رو لمس میکنه. عزیز من دلو در کسوش کردم. صد سال پیش. یکم مغرور بودم البته به اینو اعتراف میکنم عزیزید. غرور از روی تکبر و اینا نبود که بگم خیلی میدونم و اینا. حالا یه مشکلی پیش اومده میخوام برای عزیزان دیگم که دعا بشه. من یه سال پیش یه دونه عمل جراحی داشتم برای روده بزرگ. بله یک سال و 3 ماه الان من از زیر شکمم درد دارم، درد دارم تو لگن و پاها، نمیتونم راه برم. همه دستگاه ها سیتی اسکن امارای 4-5 تا دستگاه دیگه همه نشون داده اوکی هستش. دکتر نمیتونه تشخیص بده، متخصصان نمیتونن تشخیص بدن. شکر رو فقط بستم به قرص. قرصم که یه بار روده بعد دیگه پاره شده، دوباره همه قرص ها رو دارن تکرار میکنن، دوباره همون حاج میشه همون کاسه. متاسف جان. من قصدم فرق گذاشتن اصلا نیست، ولی الان تو دلم افتاده. هفته پیش هم همینطور بود جان. شما با یه جوری دعا میکنین، اصلا قصد توهین ندارم، باور کنه حتما و قصد هم نمیفهم، ولی دوست دارم شما بر من دعا کنید. حتما 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 خواهرم. لحظه با دعای من متوجه. یکی از شهادت هایی که میخوام بدم، با اینکه با کشیش کامل نوایی صحبت کردم و اینا، هیچ کشیشی رو من از مرز داشت پیش دست بزاری رو من نشد. من نبابت رو یا به زبان ها دعا کردن، دست روی مریض رو گذاشتن شفا دادن، ارواح پلید رو بیرون کردن، اینا رو میتونم برای کسای دیگه انجام بدم، اما بار خودم موندم. این شهادت من بود. عزیزی نه برای خودت هم میتونی انجام. آمین آمین. لحظه چون دقایق آخر هستیم، خواهش این از سپاسگزارم مهر شما. همه ما میدونیم که خداوند مطابق فیضش عمل میکنه نسبت دعاهامون. حتما خادمین مست خاص خودشون رو دارن، اما اینم افتخاری هستش که به هر حال در قلب شما ما قرار گرفتیم براتون دعا کنیم. آمین. این افتخاریه برای من. اگر نه هر کسی دعا کنه خدا با فیضش انجام میده. افتخاری هست برای من. کشیش عزیز من، من نمیدونم چجوری بگم آخه، موندم تو کلمه. فقط تو یه دقیقه پیش من کانال مناطق رو داشتم میدیدم، گوگل دوست هست تمام به من میگفتش که یه خبر خوش، یه خبر خوش. من هم موزم بزر بودم کسیش رسول هست آجان جلال عزیزم. من هم گفتم ببین من نمیدونم 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو چه خبر تو واخلنگ سایستم تو نوبت سایستم. گفتش که بانک سریع وصلت میکنم. اونم توی اون دلمون خواهر افتاد. حالا ممنون شدید. حالا ما زیر 2 دقیقه وقت داریم. بله. بیاد با هم دعا کنیم. دیگر هموطنان عزیز اگر احساس ضعف در بدنتون میکنید، مانند خواهر خوبم شیرین جان که این ایمان رو به مسیح داره، خواهش میکنم حتی اگر هنوز به مسیح ایمان نیاوردی، به خدای زنده ایمان داشته باش که اون میخواد تو رو شفا بده. هاللویا هاللویا هاللویا. ای پدر عزیزم خداوند تو رو شکر میکنم ای پدر جان، ای یهوه رافا
که خدای شفا دهنده هستی. اینک از تو میخوام در نام قدوس عیسی مسیح، حضور تو که در کنار خواهرم شیرین و دیگر هموطنان عزیزم که با دعای من متحد هستند شده، در نام قدوس عیسی مسیح مطابق فیضت ای خداوند، بشور بشور تمام دلایل این ضعف رو، این درد رو در وجود خواهرم ای خداوند، بشور و یک بار دیگه با خون عیسی مسیح کفاره کن افکار و دل و احساسات و گذشته خواهر من رو، به همین خون بنگر که وعده تو و فیض تو و خداوند از او برمیاد و تو باشی که خواهر من رو کاملا همکنون شفا بدی. اگر پزشکان میگن هیچ دلیلی نداریم برای درد، ای خداوند بعد از اینکه خواهر من کاملا شفا میگیره، ای پدر اعلام کنن هیچ دلیلی نداریم برای اینکه تو خوب شدی، ولی تو خوب شدی. خواهش میکنم در نام عیسی مسیح خواهر من رو شفا بده با فیضت و دیگر هموطنان عزیزم رو در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین آمین. شما رو به دستان مسیح میسپارم با عرض پوزش، یا میتونید روی خط باشید با هم صحبت کنیم. فقط مجبور هستیم الان از هموطنان عزیزمون خداحافظی کنیم. سپاسگزارم از خواهرم. خواهش میکنم هموطنان عزیزم، همه با هم، همه با هم در برابر کلیساهای بسته بایستید، اعتراض کنید به نظام اسلامی و مطمئن باشید قدرتی که در نام مسیح هست در هیچ چیز دیگه نیست. این نظام اسلامی رو سرنگون خواهد کرد و آزادی ایران نزدیک خواهد بود. هموطنان عزیزم امید داشته باشید، شجاع باشید، قوی باشید، نترسید، خدا با شما هست. فیض خدا و عیسی مسیح با شما باد. خدا نگهدار. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه، دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو، دلم دست به دعاته، چشم همش براته،